خوش آمدید به حتا. حتا یکی از شهرهای زیر مجموعه امارت دبی، یک ساعت و نیم فاصله داریم با دبی. این طلوع زیبا رو دارید از شهر حتا میبینید. پوشش گیاهی بسیار سرسبز، درختان نخل، انبه، کنار، کهور و همچنین هوای بهتر نسبت به دبی. دبی رو بر این داشته که یک سری برنامه‌های خیلی خوب برای توسعه شهر حتا داشته باشه. آینده خوبی بهتر از اون چیزی که الان داره خواهد داشت. اینجا به طور کلی یه سد بسیار معروفی داره که تفریحات آبی متعدد اینجا وجود داره، همیشه استقبال میشه علن خصوص ایام تعطیل، و همچنین پوشش گیاهی و نخلستون‌های بسیار زیادش و منطقه کوهستانی آنچه که اساسا ما در دبی نمیبینیم، و موزه تاریخی، یه دهکده کوچیکی که به صورت موزه ایجاد کردن که شما میتونید خونه کت خدا رو ببینید، بافت اینجا رو ببینید و مردمی که واقعا اینجا خودشونن. یعنی شما اگر دبی رو ببینید افراد مختلف رو میبینید از کشورهای مختلف، اما اینجا نه، اساسا همون حتایی ها هستن و یه جای خیلی جالبیه از جهات مختلف. بریم هوا روشن‌تر بشه و خوشگلی‌های بیشتر حتی رو بهتون نشون بده. دقیقا مثل روستاهای تفریحی که در ایران هم داریم، اینجا هم به همین شکله. زیر ساخت آماده شده یه توریست ها بتونن بیان و یک درآمدی برای مردم محلی اینجا بشه، و در ایامی هوا گرمتره بتونه جایگاهی برای ساکنین دبی بشه. در صحرای بی آب و علف دبی داشتن چنین کوهستانی و فضای سبز و حتی یک سدی که آب توش جمع شده باشه خیلی ارزشمنده. شاید از نگاه بعضی ها نه، خیلی چیز ساده‌ای باشه، اما توی این نقطه از دنیا و این نقطه از شبه جزیره عربستان بسیار ارزشمنده. ما در ایام تعطیل و حتی روزهای تعطیل، خصوصا تایم عصر تا غروب، این خیابون رو با فاصله 3-4 کیلومتر ترافیک داریم. یعنی رسیدن به این نقطه‌ای که الان ما داریم خیلی ساده حرکت میکنیم ساده نخواهد بود و کلن ترافیک داره، ولی الان چون طلوع آفتاب ما اومدیم، هنوز توریست ها نیومدن یا همه خوابن، خیلی سریع داریم میریم به مقاصدمون میرسیم. دست راستمون هم یک سری کارا دارن میکنن که احتمالا برای هتل خواهد بود. RTA زده، مسیر دارن درست میکنن. یه چیز جالبی که اینجا هست، اونجا عکس شیخ زاید و شیخ سعیده، یعنی حاکم پیشین امارات یا ابوظبی و حاکم پیشین دبیه. اینجا هم انتهای سده و سرریز سد هم میشه بعد از اینجا. یه نونی نگیریم، نون گرم، نون تازه. هلا و سهلا، عندك خبزه؟ جبن فی نقیب الله، جبن فی وبعض شی فی جبن، ايه نون با پنیر، yes with جبن، جب واحد جبن، جبن واحد زعتر، واحد جبن عادي، عادي واحد جبن زعتر. نعم، يعني بيا نون پنيري با نون زعتر. كبوتران هم اینجا دارن لذت میبرن. و سبعة ما يبا. خب بسم الله، این پنیریه و این زعتره، روغن داره. خوشمزه است. با یه چایی
شیرین میتونه خیلی خوشمزه در بشه. به به، همسفر خوب همیشه، یعنی واقعا خوبه. مرسی از شمایی که الان دارید این ویدیو رو میبینید و همسفر منید. در این حرکت بسیار غیر منتظره من از خونه بیرون اومدم با همسفر و با یه لباس خونگی. بس عذر میخوام که با این لباس اومد. اینجا موزه فرهنگی و یک دیده ایه که آثار فرهنگی اینجا رو داریم. هم معماری اینجا رو میبینیم، هم میتونیم سبک حتی درخت ها و پرنده های اینجا رو ببینیم. اینجا رستورانیه که ساعت 8 صبحونه شروع میکنه. من از اینجا پرسیدم و اما اینجا خیلی شبیه به مناطقی مثل کهورستان استان هرمزگان یا نمیدونم مناطقی مثل مینا، یعنی لحاظ پوشش گیاهی، از لحاظ مردمانی که الان حتی بعضی قوم ها ما داریم که اینجا مشترکن با بعضی مناطق استان هرمزگان. چون میدونید که وقتی که مهاجرت در خلیج اتفاق میافتاده، از سمت حتی مثلا دریای عمان، از سمت چابهار میرفتن به عمان، از سمت بندر عباس و میناب به سمت مثلا رأس الخیمه. این جلوتر بهتون نشون بدم. اینجا سنه و یه سری میز صندلی هایی که اینجاست رو برای مراسمات و اینا استفاده میشه. اما از استان هرمزگان بیشتر از بندر خمیر تا پارتیان به سمت دبی و شارجه می اومدن تا ابوظبی. سمت بوشهر وقتی میریم بیشتر میرفتن سمت بحرین و نهایتاً کویت. اینجا یه روستاییه که اینجا مثلا خونه که از خداست الان بسته است، متاسفانه نمیتونیم الان بریم تو تایم‌های مشخص باز میکنن، هر کس میتونه بره. و خونه که از خدا مشخصه، خونه بچه‌هاش مشخصه، اون آثار گذاشته شده، خونه نمیدونم اسبا و الاغشون هست. بعد بهتون بگم هر چیزی سر جاشه. اما این خونه ها یکم اگر نگاه کنی دیوارش نسبت به این یکی کوتاه‌تره. حتی الان هم ما تو معماریمون اون خونه هایی که قصرهایی که ارتفاع سقفشون زیاده برای اساسا ثروتمند هاست، ببخشید بفرمایید، و اونهایی که کوچیکترن آپارتمانی های معمولی برای آدمایی که تو سطح متوسط جامعه. پس اینجا هم تو این روستا آدم های معمولی هست، اما خونه ای که از خدا خوب مشخصی دیگه. اینا هم هر کدوم از این خونه ها رو ما میتونیم بریم و ببینیم. توی شندقه توی بردوه هم دقیقا همین اتفاق افتاده و هر خونه ای از اون منطقه ای که شیخ سعید و شیخ راشد، یعنی پدر و پدر بزرگ حاکم کنونی دوبه، یعنی شیخ محمد هستن، هر خونه خودش یک موزه است. خب اینجا اینقدر زیباست که نیاز به توضیح خاصی نداره، بعد خودتون ببینید. یه 4-5 سال زیر نخلا خوابمون بود، بعد اومدیم یه الان اینجا هنگ زیر نخلا پلی میشه، یه سوپرمارکت خودمونی اومدیم. قیمتاتون نسبت به دبی خیلی کمتره. کمتره درسته؟ خیلی کمتره.
بعد میهن عزیز رو اینجا میبینیم. چه ابروهای خوشگلی بیرونه. اینجا روستان یا شهر؟ نه شهر شده. شهر الان به اینجا خیلی از شما هم تا بگیرم به اینجا خیلی رسیدگی میکنه شیخ محمد. خیلی رسیدگی میکنه. چرا؟ دلیل به خاطر توریست. توریست جذب توریست. جذب توریست. جذب توریست هم شده الان. الان اینجا خطیه که زده برای چی؟ برای اسکوتر و دوچرخه اینا. مسیر اسکوتر خودش شده. این مسیر اسکوتر چند سال اینجا؟ خودم 35 سال. الله و اکبر. 35 سال اینجایی؟ نه نه 35 همین اینجا ده جدی هم نرفتم. همین سوپری؟ همین سوپری. یعنی خودمونی ها دکو 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 دم شما گرم. 35 سال 87 اومدم اینجا. 87 انگلیسی اومدم اینجا. خب چقدر یعنی از چند سال توسعه اینجا یا اون توجه خاص؟ توجه خاصش تقریبا الان 4-5 سال میشه و شما میبینید نقشه‌هاش همینطور که قبلا میگفتن نقشه‌هاش بود که قبل سال 2000 به قبل نقشه‌هاش ریخته بودن بهمون میگفتن که روزی میاد که هتل روکو هتل بزنن که الان زدن دیگه آه. الان هتل روکو داریم هم اینجا کجا صد آره. بالا که میری الان افتتاح شده برادر الان اینه که همینجا که میریم پایینی هنوز دست راست RTA زدیم این دارن جاده میکشن کجا؟ صد نه اونجا الان دارن کوه هست نه خب بغل کوه که میخواد بینه طرف سد کلن دارن پلکانش میکنن که دیگه مردم برن برای گشتینات برن رکو آه یک کوه قبلش رو دارن کلن توریستیش توریستیش میکنن بعد الان قسمت بالا تونل زدن سه تا تونل زدن هر روز افتتاح نشده شرکت ترکیه باز بله شرکت ترکیه داره کار برن تقریبا 3-4 سال داره کار میکنه یعنی زیر ساختا اساسی داره بله زیر ساختا پروژه بزرگ داره میشه الان چیزی نشده تو کسب و کار شما محسوس میبینید که رشد کرده باشه بله. بعد یه چیزی دیگه جمعیت اینجا چقدر جمعیتش تقریبا حالا با حساب خونه ها که بکنم تقریبا 200 خونه اینجا 400 تا تقریبا 400-450 شبیه تله میشه 650 تا 650 تا تقریبا نزدیک 500 تا خونه تو مرز عمان میشه خیلی بزرگتر از این حرفا بله دیگه اینجا 33 تا خونه اینجا داریم طرف صد اگر دیگه ها گرده باشه متوجه شده اونجا 33 تا کجایی که دیگه هم که بیاد درست بشه الان یه ایرانی مثلا بخواد اینجا خونه بخره میتونه نمیتونه فقط اگر کسی بخواد اینجا تو خود خاک حتا تو هم مال حکومتی درست حتی برای خود مواطن هم نمیتونم بخرم یعنی زمینی نیست که بخوان درست فقط این ملکه درسته قدیم ما میگفتیم کت خدا اوکی همین کت خدا اینجا بوده که بهش عربی میگن والی درسته والی حتی بوده دیگه اون مغازه از چند تا مغازه اینا ملکی است که هدیه از طرف شیخ حیات شیخ راشد بهشون داده درست یاله باغی که هست ملکی باغ ایرانی هم زیاد داریم اینجا تو باغ ها پس داری میشه خریدن ها نمیتونه بله باغ بله باغ میشه خرید از صاحب باغ میشه قرار بله الان خیلی گرونه چقدر مثلا؟ بالای یعنی میلیون خود میگه 10 میلیون و 15 میلیون و جاجا الان خیلی ترقی کرده کل باغ ها کردنش هتل روزی 3,500 کرایه میدن یعنی تو این باغ ها اتفاقات با امکانات کامل آفرین از موازی بچه ها بگیر حوز بگیر خون اتاق و همه چی داره اینا آزاد اینایی که اینجا ساکنن حالا غیر از مثلا افرادی که دارن خدمات میدن هندیه هر جایی کاری نداره خودشون این ساکنین حتایی هن کلن بله در اصل از بیرون هم اومدن عمان الان ایش شهرهایی که میگم برسه سیوسیتا اینا بیشتر تازه پاسپورت گرفتن ولی پاسپورت اماراتی گرفت الان پاسپورت اماراتی بعضی ها پاسپورت دارن شناسنامه ندارن خودمون شناسنامه میگیم اینا میگن جنسیه جنسیه اون ملیت خودمون آره. ملیت میگیم آره. اونایی که ملیت گرفتن دیگه حقوقشون دو برابر میشه اونایی که پاسپورت تنها دست میشه درسته الان کسی بخواد بیاد اینجا مثلا از این رشدی که داره اتفاق میفته یه بهره ای ببره آیا فرصتی وجود داره یعنی
بریم به مغازه. نه فعلا آره مغازه اینو اونجا که اگر یه مغازه کسی برداره کار کنه اینجا خالی میشه چیزی برداره. حالا بچه خودمون از اصفهان شرکت آب حتا آفرین آب حتا مال اصفهانیه خانمش برزیلیه پاسپورت برزیل داره یعنی آبش از سن میگیره تصفیه میکنه و آبی از چای و دیگه از کلو کلا دیگه صد دست برند حتا این هم مال حتا این جیما جیما مال همین منطقه ما جیما داریم حتا داریم غلفه داریم سه تا آب منطقه داریم. اوکی دیگه چه صنایع دیگه میگیرن غیر از الان همین برند اینجا خرما بله خرما داریم انباش چطور انباش خوبه همش کوچیک مثل مینا به یا مثل پاکستان نه نه تقریبا خوبه مثل پاکستان یعنی از این کشیده هاست بله. شیرین اینا دیگه برای فروش نیست اینا دیگه برای استفاده خودشون چون کمه ولی انجیر نه این باغ انجیره آفرین الان از اینجا که رفتی بیرون سمت راست باغ انجیر همه یه باغ ها پس اینجوری نیست که بشه رفتی ولی اینجا میشه الان این که انجیرش که داره میفروش اینو از شیخ محمد و شیخ محمد بن زاید هم زده داخل شیخ محمد اینا میتونی ولی باقای دیگه کرایه ای الان بیشترش اومدن خود عرب ها شیخ محمد امتیاز بهشون داده که بتونن استفاده این تجاری هم بکنن کارشون هم خوبه میان زیاد میان دیگه هتلی که رو کوه هست تو حدود عمان میری یه بیابونی رو کوهک های کوچیک کوچیک کسکای زدن اونجا تو دیره میتونه بری وادی هفت ممکن رفت باشی نه اون تو مرز عمان که بخوای بری الان که بخوای بری برگرد دبی سمت راست میره عمان نرسیده به حدود عمان ما یعنی از اینجا تا عمان 5 کیلومتر حدود داریم که برسی اونجا مرز عمان مرز عمان 5 کیلومتر اونجا که چیز بود قبل از مرز عمان نشه وادی هفت هم من جای تفریحی هم وادی هفت من خوب نمیخونم وادی هفت دوشش نمیشه بشه اونجا میتونی بیری بگردی چیز داره دیگه مال چتری هم داری نمیدونم الان افتتاح شده اینا چتر از بخاری تفریحات هم داره دیگه برای موزیومش هم موزش هم اینجا پایی موزه بیرو رفتی موزش اینجا داره کار میکنه دو تا از جاذبه الان یکی میشه سوپر خودمونی اینجا یکی هم نونوایی پرورش نه شما یه بشنید با یه همچون ویوی میشه از این زاویه بگیری یه میز سنگی درست شده صندلی های سنگی چه کادر خوشگلی الله اکبر به به چقدر خوشگل درخت های خوشگل درخت های متنوع ابرهای زیبا هوای خیلی خوب یه نسیم مثلا خنک همه چیز کامله یه تور برگزار کنم اینجا هستید یا نه لطفا تو کامنت ها برام بنویسید من یه فیدبک بگیرم دوستانی که ساکن دبی هن یا توریستی میان یه تور اینجا برقرار کنیم اینجا یه روزی یه امارت دیگه یه روزی یه هستید یا نه خب ما برگشتیم دوباره سند بیان قیمت ها رو یه نگاه بندازید کایاک یه نفره 60 دو نفره 120 قیمت تو این رنجه 60 150 180 120 300 600 و 950 یه فکر کنم ظرفیت آره 25 نفر داره خب بریم یه تجربه توی آب داشته باشیم تجربهش اصلا فکر نمی کنم خوب باشه من کایاک سواری توی جنگل های هر راه تجربه داشتم توی دریا تجربه داشتم
توی اسکله تجربه داشتم، ولی اینجا یه سوال خیلی متفاوت و خاصی بود. من خوشحالم که تو اینجا رو تجربه کردم و خوشحالم میدم. از طلوع تا غروب، مرسی که تا اینجا بودید. من در چنلم عیسی قباسی فرصت‌های شغلی علل خصوص در زمینه‌های سرمایه‌گذاری ملک در کشور امارات و کشور اطراف براتون می‌ذارم. گاهی اوقات ایده‌های خوبی هم به ذهنم میرسه، مثل اینکه تفریحات آبی الان داریم اما یه کوه بلندی داریم که میشه به عنوان زیپلاین ازش استفاده کرد، یا سرسرای آبی که میدونید چقدر میتونه به اینجا هیجان بده. فرصت‌های خیلی زیادی در همین حتی وجود داره یا در دبی. من در چنلم بیشتر در مورد این فرصت شغلی صحبت میکنم. من کامنت بذارید، ایده‌هاتون رو بهم بگید، حتما میخونمش. مرسی که بودید، تا ویدئوی بعد.